بینندگان عزیز سلام به شما، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز جمعه است، 23 ماه دسامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 3 دی ماه 1395. قرار بود یکی از دوستان امروز با ما باشه ولی برنامه ها ردیف نشد و من قرار بود که با آقای دکتر افشارها صحبتی داشته باشم. بعد ایشون گفت که دکتر افشارها هم میاد توی برنامه من. خلاصه همه چیز ریخته به هم. دلیلش هم اینه که ما دوستان صبر میکنیم تا اون دقیقه آخر، یعنی اگر مثلا قراره یک کاری رو انجام بدیم برای فردا، دیروز اگه وقت داشتیم انجام نمیدیم، صبر میکنیم امروز. امروز هم یه دلیلی پیش میاد تا اینها. در هر صورت من هستم و شما سربی با مردم. امیدوارم این دوست ما، این همشهری ما آقای حسن خزائی برنامه ها رو تماشا کنه، چون الان مدتی هست کامپیوتر و اینترنت و تلفن و اینها رو ریخته به هم و یه روز به من میگه با تلفن دارم نگاه میکنم، یه روز میگه از طریق کامپیوتر نگاه میکنم. خلاصه نمیدونم. این دوست خوب نازنین ما قرار شد یه برنامه خبری بذاره. ما هم چقدر خوشحال شدیم، گفتیم 5 دقیقه 10 دقیقه یه نفر میاد کمک میکنه، وقت این برنامه رو با خبرها برای شما میگه، احتمالا یکی از خبرها رو هم ممکنه تفسیر کنه. تفسیر خبر به نظر من غلطه. نظرش رو طرف درباره یه خبری میتونه بگه. حالا اگه شما اسم اینو میذارید تفسیر، ما که با شما دعوا نمیکنیم، اونم آخر ما، اونم آخر سال که شما حالا میخوان عیدی بدید و حمایت کنید، مگه ما دیوانه هستیم که بیان با شما دعوا کنیم؟ و اما اول از این خودکاره براتون میگم. این خودکاره مال ورایزنه. اینایی که بعدشون میاد مثل من انگشت بزنن رو صفحه تلفن و رو صفحه آیپد و لک 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 کثیف کثیف چربی چربی، این خودکارا قدیم هم اینجوری شروع شد دیگه. یه چیز پلاستیکی بود که میزدی، بعدن گفتن نه نمیدونم کار نمیکنه، حالا دوباره شروع شده. بعضی از این خودکارها که تهش مثل مداد پاکن یه چیز پلاستیکی داره، این حقیقتا شما میتونید اینجوری بزنید رو صفحه تلفنتون، این انگشتتون کار میکنه، میتونید بزنید روی آیپد و کار میکنه. چجوری کار میکنه حقیقتش نمیدونم، شاید جریان رو اینجوری رد میکنه به این، نمیدونم سیستمش رو. قرار نیست ما همه سیستم ها رو بلد باشیم و اگر بلد نبودیم کسی اجازه نداره به ما بگه این نادان نفهمه. هیچ کس همه چیز رو نمیدونه و همین خاطر میگن همه چیز را همگان دانند. تازه اونم اشتباهه، هنوز همگان همه چیز رو نمیدونن و یه چیزهایی هست که هنوز مونده و باید یه کسی کشفش کنه، پیداش کنه و الی آخر. در اصل امروز من با آقای حسن خزائی گفتم که عزیز من، از این که شما یه لینکی رو با تلفنت میفرسی، با ایمیل میفرسی، با تلگرام میفرسی، ما یه اشتباهی کردیم اون روز برای دوستان نوشتیم بفرما، اینم تلگرام که میخواستی، آقا 800 تا چیز برای من می نویسه. به یه نفر میگم آخه دوست عزیز توی ایران، شما که اینا رو برای ما میفرسی خودت خوندیش واقعا؟ حالا این از حسن سوال میکنه. حسن شیرازی عزیز، کاکو جون قربونت برم، داچی شما این همه لینکی که برای من میرسادی همه رو خوندی، بعد دیدی خوبه برای برنامه فرستادی؟ اینجوری نیست عزیز من، اینجوری باید کار کنی. شما صبح که میای میخوای 5 دقیقه خبر درست کنی، میشینی لینک ها رو نگاه میکنی، بعد اینا رو یکی یکی سیو میکنی توی صفحه کامپیوترت، بعد مینویسی مثلا درباره ترامپ و ایران، درباره این که این طرف پسره نمیدونم انیس آمری یا انیس امری کشته شد توی ایتالیا، کشتنش، همین که بازار کریسمس برلین رو به اصطلاح زد 12 نفر رو کشتن و 70 نفر زخمی کرد، چون قبلا هم تو ایتالیا بوده، قبلا هم زندان بوده و اینها،
خلاصه همین در حال فرار اینها رفته اونجا کشتنش، و یکی از اونها من مأمور پلیس یا مأمور دادگاه هر کی بود گفت به یقین، یقینا این همون آدمه و دیگه تموم شد رفت. امیدوارم این آخریش باشه. اولا بگیم ببینم از اینکه بردم بتون تو خونه عمم خوشتون میاد؟ من یه عمه‌ای داشتم خدا رحمتش کنه، خونش اینجوری بود، دریچه ها رنگی، بعدم میگفت مثلا برو از تو پنیدری اتاقا رو به اندازه دراشون میشمردن، بزرگه پنیدری بود، اون کوچولتره سدری بود، و میگفت مثلا برو از تو اون پنیدری شیرینی رو برد بیا برای مهمونا. یادمه همون اواخری هم که هنوز قبل از انقلاب بود یه معماری آمده بود و به این گفته بود که شما بذار من این سقف خونت رو که نقاشی و چوب بود و سقف اتاقا و این دریچه های رنگی که چوبای کهنه بود و شیشه های رنگی، من اینا رو بردارم خونت رو میزنم زمین برات یه خونه نو جدید میسازم. و این قبول نکرده بود چون شوهرش به اصطلاح فوت شده بود، میگه اینجا یادگار همین گلریز خاتمی، شوهر عمه من فامیلش گلریز خاتمی بود، بله از همون خاتم سازای شیراز. در هر صورت بعد دیگه بالاخره عوض کردن و زدن و رفت و اینها. نمیدونم بعض وقتا میبینید که زور بچه ها زیادتره یا میچربه به زور پدر و مادر و میان میگن بابا این چیه، همه مردم خونه هاشون رو درست کردن، خونه ما نمیدونم چراغ برقش هنوز اینجوریه و نمیدونم سیمش آتیش میگیره و اینها. پدر مادرم مجبور میشن که به حرف اونها عمل کنن. بذارید من این فیسبوک رو، ممنونم از دوستان شروع کردن یکی یکی شیر میکنن، برنامه قبلی رو 8 نفر شیر کردن با دیگران، اجازه بدید خود من اول این رو شیر کنم با صفحه مردم تیوی، اونایی که ما رو عادت کردن در صفحه مردم تیوی ببینن، و برگردیم اینجا. من برای آقای مصطفی زاده 2 بار نوشتم که برنامه زنده دارم و نمیتونم پیام ها رو گوش بدم، ولی ایشون احتمالاً حالا دیگه برنامه تلویزیون رو نگاه نمیکنه و با تلفن برای من پیام گذاشتن چندین بار و اشتباه کردید آقای مصطفی زاده، برنامه من همیشه ساعت 2 شروع میشه، 2 به وقت نیویورک، و روزای جمعه من 12 تا 2 با دوستان هستم از کانون آوا. واقعا امروز خانم بتول سلطانی مهمان ما بودن، برنامه بسیار جالبی تا 1-2 ساعت دیگه توی بایگانی تلویزیون مردم، بایگانی کانون آوا گذاشته میشه، و روی صفحه فیسبوک من و صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هم باقی خواهد ماند. و ما آقا قید تلگرام رو زدیم، نخواستیم این که نمیدونم جنبش فلانی 120 تا از دیشب تا امروز صبح برای من چی فرستاده. آخه من نمیدونم اینا دیوانه هستن، هرچی میبینن تق. یه نفر آمریکایی به شوخی نوشته بود که فیسبوک جدیدن یه دکمه گذاشته دیگه شما نمیخواد زحمت بکشی هر آشغالی که دیدی برای دیگران بفرستی، خودش همه آشغالایی که میاد برای تو برای اونا میفرست. دوستان این کار درست نیست، خودتون رو محدود کنید، لیمیت کنید، 3 تا روزانه، 5 تا 7 تا مسلمونی نمیگم به کمرت بزنه، 17 تا روزانه به تعداد 17 رکعت نماز برای این و اون ایمیل، جانک، تلگرام، پیام بفرست بره. اینم از این ماجرا. خب بگید ببینیم که بله، عامل حمله تروریستی برلین بازارچه کریسمس در ایتالیا کشته شد. خب اینا حالا با این کارشون چه چیزی رو ثابت میکنن؟ مردم که یاد گرفتن بازار رو همون موقع، یعنی همون موقع فرداش باز کردن و اومدن گفتن ما به یه سری افراد بنیادگرای نادان نمیذاریم شما ترس و وحشت توی مملکت ما ایجاد کنین، ما رو خونه نشین کنین، الان دارن میچرخن تو بازارشون. الان که الان هم دیر نیست، تو آلمان ساعت 8:09 شب، بله 8 شب. و چه چیزی رو اینا ثابت میکنن؟ یه دوستی برای من یه ویدیوی دلخراشی رو فرستاده بود که 2 تا سرباز ترک یا سوریه‌ای
اسیر داعش شدن، این بدبخت ها رو با همون لباس سربازی سیم و نمیدونم چیز و اینا بهشون وصل کردن. اون وقت احمق داعش حالا از تکنولوژی جدید استفاده میکنه، یه ریموت کنترل رو میزنه، بعد این آتیش شروع میشه، میاد این دوتا میسوزن و ویدیو هم گذاشتن ضبط میکنن برای اون اون میفرسن، اون دوست اونم برای من میفرسه، لطف کرده بالاش نوشته اگه قلبتون ضعیفه تماشا نکنید، منم حماقت میکنم برای شما توضیح میدم، داریم هممون مجانی برای داعش کار میکنیم و داریم ترس و وحشت اینها رو رواج میدیم. داعشی که الان داره نابود میشه، پا به فراره از همین سوریه که آقای مصداقی میشینه. بابا این آقای مصداقی اگه چیزی سرش میشد که اون موقع نمیرفت بشه سخنگوی مجاهدین مثل توتی همینجوری مثل قناری برای اینا سود بزنه و بخونه، حالا هم یه چیزی تو کلشه همینجوری، یه دوست میگه آقای مصداقی آدم خوبیه، میگم آقا آدم خوبیه، بره داستان لیلی و مجنون بنویسه، بره رمان بنویسه، نیاد کتاب بنویسه تجزیه و تحلیل و تفسیر کنه که الان در سوریه چه میگذره. آقا تو سوریه الان روسیه توش مونده، ایران توش مونده، آمریکا توش مونده، اون وقت شما که میخوای با اسکایپ با تلفنت صحبت کنی با تیمور لنگ احمق بلد نیستیم، شما میخوای برای ما تفسیر کنی؟ وحید آدم خوبیه، میگه آره شما هم درست میگی، این اگر آدم با شعوری بود اون موقع نمیرفت دوباره نمیدونم رجوی و اینجوری هم به دیگران هی اصرار کنه که این درست میگه ماها نفهمیم. اینا توهین میکردن به دیگران که شما نفهمید، شما وطن فروشید، شما بیغیرتید که نمیاید مثل ما برید دولا و راست بشید برای رجوی، نمیاید مثل ما زناتون رو طلاق بدید، بدید به آقای رجوی حمام را بندازه به جای دوشک رو اینا فقط بخوابه. حالا حیف نیست از وقت شما وحید عزیز که بشینی حرفای آقای مصداقی رو گوش کنی؟ بشین گوش. خب لطفاً عنوان این گفتگو را با افزودن یک کلمه قسمت اول اصلاح و تکمیلش کنید. خب بعضی وقتا یه برنامه که دارید بعدی میاد میشه قسمت دوم، چون اول که آدم نمیدونه این قسمت اول، فکر کنه تموم میشه. در صورت دوستان این کارهایی که ما انجام میدیم، وقتی من یه چیزی رو مینویسم میذارم روی یوتیوب بعد شما دوباره میگی اینو عوض کن، اینها وقت میگیره، والا بلا وقت تلاس. حالا این دوستمون خیلی آدم خوبیه، برای من نوشته بود که من برای ایام کریسمس و نمیدونم عید و اینا $50 میفرستم برای یا 50 یورو میفرستم برای حمایت از تلویزیون وقت. ما هم ممنون. دوستان یه چیز جالب براتون بگم، میخواییم باور کنید میخواییم باور نکنید، من بهتون گفتم هر وقت این آقای منوچه $10 ماهیانه میفرسه یه نامه مینویسه، اشک من در میاد. اولا نامه مینویسه پستش میکنه، $10 هم سر ما حالا دوم سوم دهم میفرسه. ما اون روز خواستیم بریم مسافرت توی اون سرما و یخبندون اینجا و این $10 ایشون همینجوری روی میز بود، ما برداشتیم گذاشتیم جیبمون و راه افتادیم رفتیم کجا رفتیم؟ پنسیلوانیا. تو راه هم نزدیک بود بمیریم، ماشین لیز خورد و چرخید و اینها، شانس آوردیم. وقتی ما یکم تمرین کنید روزایی که خوب است یه جایی روی یخ یه جای باز میدونی چیزی پیدا میکنید، نه میدون شهر، یه جای پارکینگی چیزی ترمز بزنید اینجوری اینجوری کنید، یاد بگیرید که خیلی اینجا میگن اوور کرکت، یعنی اگر رفتید اینجوری خیلی نپیچید که حالا بیاین رو جاده از جاده برید اونور اونور بیفتی پایین، اگه اینور نیفتادی خودت به دست خودت رفتی خودت انداختی اونور پایین. در هر صورت نزدیک بود اینجوری بشیم و اینها، رفتیم شبم اونجا اون کاری که باید انجام میدادیم به اصطلاح برای یک عروسی بود انجام شد و فردا صبح هتل صبحونه میداد. میدونید خیلی از این هتل‌ها یک کانتیننتال بریکفستی، حالا این کانتیننتال هم من نمیدونم، کانتیننتال یک معنی قاره میده نمیدونم یا کانتیننت یا میدونم، والله بعضی وقتا دیگه آدم مغزش وای میسه. مثلا من اون روز این اولتیماتومو
گیر کرده بودم توش به فارسی چی میشه، یه دوستی بعدا نوشته بود مهلت، ولی من نمیدونم، شاید هم اینجوری باشه، مهلت میشه ددلاین، اولتیماتوم نمیشه. اولتیماتوم یه کمی حالت زورم داخلش هست. بماند منوچهر جان، اگه کامپیوتر درست رو ده گوش کن ببین این پولی که شما از بوستون فرستادی کجا رفت. ما با اون 5 نفر دیگه‌ای که بودیم اونجا صبحونه خوردیم، دیدیم عجب هتلیه، صبحونه هم مثل رستوران فول سرویس، میاد ازت میپرسه تخم مرغ چه رقمی میخوای، اینجا هم که 172 رقم تخم مرغ درست میکنن، سانی ساید اپ، نمیدونم نصفش اینجوری باشه، املت اینجوری باشه، املت اسپانیش باشه، نمیدونم انگلیش مگمافن باشه، فلان باشه. ما خلاصه اوردر دادیم، آوردن و خوردیم و گذاشتیم اینا، دیدیم که همه بلند شدن رفتن. معمولا وقتی اینجوریه هر یه نفری، درسته که صبحونه با هتل هست، ولی تیپ انعام دادن مخصوصا توی این ایام هالیدی یه چیز رسم مرسومه توی آمریکا. تو ایران خبر ندارم انعام میدید نمیدید، اضافه کشیدن روش خودشون حساب میکنن، نمیدون. در هر صورت ما هم گفتیم خب طبق معمول یه 2 دلاری مثلا برای این صبحونه بذاریم، چون چیزی که پولش که نشد که، چون اگه مثلا 10 دلار بشه پولش، شما 20% هم اگه بذاری میشه 2 دلار. حالا چون مجانی بود ما گفتیم خب 2 دلار ماکسیمم 3 دلار میذاریم. دیدیم اونای دیگه نذاشتن، دست کردم تو جیبم، آقای منوچهرخان این 10 دلاری شما تو کیف من نبود، همینجوری تو جیبم بود، درش آوردم دیدم 10 دلاره. دیدیم اونام نذاشتن، ما این گلدون کوچولو رو برداشتیم اینو گذاشتیم زیرش، گلدونم گذاشتیم روش اومدیم. بعد داشتم فکر میکردم، من اینجا وایسادم، 10 دلار آقای منوچهر از بوستون از شمال اینجا فرستاده، من رفتم این 10 دلار رو دادم به یه دختر خانم جوونی که حالا یا دانشجو این ایام تعطیلی اومده کار کنه، بالاخره احتیاج داره که اومده کار کنه و نرفته مثل اونای دیگه بشینه خودش رو تو اینترنت لخت کنه، نمیدونم 10 دلار بده تا لباسمو در بیارم، 5 دلار دیگه اضافه کن تا شورتمو در بیارم. اومده آبرومندانه کار میکنه. این 10 دلار شما رفت اونجا. گفتم براتون یه گیتاری ما اوردر دادیم، چون دفعه قبل برای یه دوستم یه چیزی فرستاده بودم، اون شرکت آدرس اونو داشت فرستاد رفت اونجا. بهش گفتم آقا حالا که، گفت من فردا صبح میرم پستش میکنم. گفتم نه آقا، الان که این رسیده اونجا شما اینو ببر بده به یه مدرسه‌ای، ببر بده به یه کلیسایی. و میدونید چی شد؟ بعد از یه 3-4 روزی گفت دادم اینو به یه نفر که 12 سالشه و گفته بوده که از بچگی میخواسته گیتار بخره ولی پدر مادرش پول نداشت. دوستان این ایام تعطیلات، این ایام جشن و اینا، من نمیگم به سازمان خیریه‌ای که من دوست دارم، من خودم به بیمارستان کودکان کمک میکنم، اینجا Children Hospital. من حتی دوستان وقتی توی بیمارستان قلبش عمل میکنه، نمیدونم پاش شکسته فلان، وقتی میرم اونجا بهشون میگم من گل نمیخرم، گل نمیارم، اصلا گل ضرر داره برای بیمار. حالا امیدوارم گل فروشا از ما ناراحت نشن. این گل اون موقع میبردن سر قبرستون و توی بیمارستانا که انقدر بوی زخم و بوی کثافت و بوی لاش مرده ها میومده گل میبردن. الان که نه گلا بو میده، نه بیمارستانا بوگند میده، نه قبرستونا بوگند میده، من و شما هی گل میخریم، هی میبریم میذاریم اونجا، هی مونده میشه میشه آشغال. هر دفعه 20 دلار 25 دلار بدید به این به اسم اون طرف. دوست داشتید ایمیلش هم براش بفرستید که آقا من خسیس نبودم 20 دلار برای تو گل نخرم، یه کار بهتر کردم، این 20 دلار رو فرستادم که یه بچه‌ای وقتی میاد نشون میده مال این بیمارستانا، میگه ما تا حالا 1,000,000 خورده بچه‌هایی که پول ندارن پدر و مادرشون، ما اینها رو درمان کردیم، از پدر و مادرشون هم پول نخواست. هر جایی رو که قبول دارید به فامیلتون تو ایران، به دوستتون تو ایران، مگه نمیگید دخترای ایران
فاحشه شدن. مگه نمیگید نمیدونم پسرا بیکارن؟ یه پولی بفرستید یا به دوستتون، به پدرتون، به مادرتون بگید آقا $100 به فلان تو فامیلمون بده. اگه گفت همه تو فامیل ماشاءالله وضعشون خوبه، هر خواننده‌ای که میاد دبی بلند میشن میرن دبی، بگو تو کوچه‌مون. اگه گفت تو کوچه‌مون آقا همه وضعشون خوبه، خونه‌ها رو زدن زمین، کردن آپارتمان، زیرش مغازه است، بالاش خودش زندگی میکنه، بالاترش هم داده اجاره، بگو تو خیابون، تو شهرمون، توی ایران یه کاری اینجوری کن. بابا تو همین آمریکا برید ببینید چقدر خیریه، چقدر کمک. هیچ که نمیاد بگه اوبامای پدر سگ چرا به اینا کمک نمیکنی. خودش آسین رو بالا میزنن. و نگاه کنید از فیلم ها اولی که اومدن اینجا، امروز همه میومدن میرفتن خونه فلانی، درخت میبریدن، درختار رو میزدن و هم برای اون خونه میساختن. زنها هم خوراک درست میکردن، مردا هم نجاری و اینها. و هنوز این خونه ها هست، این خونه های 180 سال 200 سال پیش هست، به نام کبین هست، نگهش میدارن. بعضی هاش هم اصلا به عنوان چیزای تاریخی اینجا به ثبت رسیده، شما اگه خریدی نمیتونی خرابش کنی، چون اینجا که تاریخی نداره. اینجا آمریکا 240 سال به اصطلاح شده جمهوری آمریکا. اگه قبلش هم بگی که آمریکایی بوده که زیر دست انگلستان بوده، حالا بگو 300 400 سال. تاریخ نداره که، همین چوباره که زدن به هم شده تاریخ. روی پلی یخ میزده، آمدن یه خونه اتاقی درست کردن بهش میگن کاور بریج، حالا اون میشه آثار تاریخیش. ولی خود مردم این کارو میکنن. آقا اینجا یه اتوبوس ایستگاه داره، یه نفر یه صندلی خریده $50، نه صندلی هایی که برای اونجا میخرن گرونتره، باید کمرشال باشه، دوام داشته باشه. یه صندلی خریده $150، نوشته این به یاد شوهرم یا به یاد همسرم که مثلا فوت شد. ما هم باید شروع کنیم این کارا رو انجام بدیم، نه اداره اوقاف باز کنه، حالا یا شاه یا آخوند هر کی بوده، بعد اونی که تو اوقافه به تمام فامیلش زمین بده. اوقاف یه فلسفه ای داشت، همینجا هم هست هنوز، طرف زمینشو میده مثلا برای یه کلیسایی، میگه این زمینه فقط برای کلاس درس یک شنبه، یا این زمینه فقط برای بازی فلان. و اونی هم که میگیره احترام میذاره انجام میده. البته بماند که همینجا هم کلیساها میخورن و میبرن و خدا لعنتشون کنه واقعا که به نام خدا این کار میکنه. همین دوستمون که برای من این فیلم رو فرستاده بود، بهش گفتم آقا اینا رو وقتی من میبینم بیشتر باور میکنم که خدایی وجود نداره. بذارید آقای مصطفی زاده باز پیغام گذاشتن. آقای مصطفی زاده، من و شما باید هم از طریق پیغام، هم از طریق فیسبوک، هم از طریق چیز ببخشید ایمیل با هم در تماس باشیم، ببینیم چی میگن ایشون، چون سه تا پیغام قبلش گذاشته بودین. من تو فاصله‌ای که برنامه قانون آوا خانم بتول سلطانی صحبتش تموم شد و رفتیم ویدیو دیدیم، یکیشو شنیدم شما گفتید من حاضرم. گفتم قربان شما حاضری، ما غائب، برنامه ساعت 2 قرار بوده، بعدم تازه خود شما گفتید اگر اینجوری نشد و اونجوری نشد هفته آینده، در صورت هفته آینده فکر کنم بهتر باشه. ببینیم چی میگه ایشون، بفرمایید. سلام جناب توزی، مصطفی زاده هستم. به حضور شد که زنگ زدم ببینم. نه، اون چیزی که شما صبح گفتید من نگاه کردم انجام نشده و به نظر میرسه که امروز باید قیدش رو بزنیم. ضمناً همونجوری که گفتم، من حتی خودم برای آقای دکتر افشارها نوشته بودم که یا امروز، دلیلش هم فکر کردم چون اگه شما میاین دیگه آقای افشارها رو بذاریم مانده، بعد دیدم شما خیلی بده اینجوری، شما از اینوری با هم صحبت میکنید، ما از اینوری با هم صحبت میکنیم، آمریکایی‌ها میگن دست چپ خبر از دست راست نداره. اتفاقا برای آقای حسن خزائی نوشتم بابا جون بذار با هم تلفنی صحبت کنیم، که آمریکایی‌ها میگن دوتامون توی صفحه باشیم. ایشون نوشت منظورت از صفحه چیه؟ گفتم آقا ولش کن، بعدن حالا با هم صحبت میکنیم. یک صفحه بودن یعنی اینکه توی رشته برم گفتن با هم همفاز باشیم، با هم
من و تو اگه داریم میریم شیراز، بدونیم که باید تو این جهت بریم، نه که شما از این وری بری من از این ور برم بعدم بگی نمیرسم، خب داری دور میشی. من به شما میگم آقا این وره، یا شما من میگی سر به اشتباه بیا این ور. یه کمی باید برای این کارا هماهنگ کنیم، بنویسیم، یادداشت کنیم، بعد زودتر. آقا والله من این آمریکایی‌ها میبینم مثلا عروسیش ماه میه، از حالا کارت چاپ کرده، هتلشو دیده، وقتی چی میکنیم، تازه اونا میگن خب شما یکم دیر شروع کردی. حالا ما میگیم حالا که ما وقت داریم 5 ماه دیگه، خدا رو چه دیدی، تا اون موقع زمین 1000 دور میزنه. آقا اگه قرار زمین روزی 1 دور بزنه، تا اون موقع میشه 180 روز 180 تا دور میزنه، 1000 دور نمیزنه. ضمناً هم آقای فتح‌الله یزدی یا اهورا خالق یزدی، هم خانم نیه برای من نوشتن که شب یلدا همون شب چله است. چجوری من اشتباه کردم، فکر کردم شب چله وسط زمستونه. میدونی که الان سومین روز از زمستون، یعنی دی، بهمن، اسفند، این سه ماه زمستون. حالا من چجوری فکر میکردم وسط زمستون هست که طولانی ترین شب رو داریم و بعد از اون به بعد گویا روزی 3 دقیقه کم میشه تا میرسه به اول فروردین، که اول فروردین خیلی تقویم خوبیه ها، این تقویم جلالی بهش میگن هرچ، در صورت روز و شب مساویه. و این ماجرایی که به همدیگه میگفتن امیدوارم 120 سالت بشه، برای اینه که میگفتن قبلا یه تقویمی بوده که نمیدونم در هر سال اینقدر اشتباه میشده یا کم میآوردن، هر 120 سالی یک سال گویا اضافه تر همینجوری میرفتن نمیشمردن و به همدیگه میگفتن امیدواریم 120 ساله بشی که چی؟ که اون یک سال مجانی رو گیرت بیاد. پس نشون میده اجداد ما ایرانی ها از همون قدیم ماشاءالله همه مفتخو، همه دنبال این بودن که 120 سال عمر کنن که اون یک سال مجانی رو ببرن. حالا اون موقع مثلا میانگین سن حتما یا 28 بوده یا 30 بوده و الی آخر. کارمون خیلی خرابه دوستان، به خاطر رضای خدا، اگه خدا باورید، خدا پرستید، به خاطر طبیعت، به خاطر خودتون، به خاطر ملتتون، به خاطر فرهنگتون، بیاییم از امروز تصمیم بگیریم دست از مفتخوری برداریم. این مفتخوری پدر ما رو سوزنده. ماجرای تلگراف بود، گفتن آقا مردم ایران میترسیدن از تلگراف، طرف گفت آقا بهشون بگید مفته، آمد این برای حسن، حسن برای اون، اون برای سلبی، هی علکی مینوشت تلگراف میزده. تلگراف خونه دید حالا دیگه مردم عادت کردن، نوشت حرف مفت بس است، تمام شد، از امروز باید کلمه‌ای پول بدید. و اگه یادتون باشه تلگراف که میزدن کلمه‌ای پول میگرفتن، به خاطر همین بود جوک ها ساخته شده بود. سربازه برای باباش نوشته بود من کاظم پول لازم، خواسته 4 تا بشه، مثلا 4 تا 2000 8000 یا 4 تا 2010 رو میگفتن 2 ریال یا همه 2 ریال، یعنی نمیدونم. بله پدرش هم جواب میده که من مریض کرم نریز. اینا جوکایی بود که درباره تلگراف ساخته بودن. مفتخوری رو کنار بذاریم، آمریکایی ها یا احتمالا خارجی ها، ما تو اروپا آلمان انقدر نموندیم که سالای نوشون رو ببینیم که تصمیم میگیرن نیوی رزولوشن، تصمیم سال جدید، و بهش عمل میکنن یا نه. از وقتی اومدیم تو آمریکا دیدیم اینا همشون وقتی که چیز به اصطلاح تصمیم، لطف کنید پیام بذارید، وقتی که تصمیم سال نو میگیرن بیشترش در رابطه با وزن کم کردنه، بیشترش در رابطه با اینه که برم ورزش کنم، اونم برای وزن کم کردنه. حالا نمیدونم چه چیزای دیگه ای باشه. ما میتونیم تصمیم بگیریم دروغ کمتر بگیم، نه که نگیم، ما امکان نداره. همین آقای مصطفی‌زاده یه دفعه توی برنامهش گفت که آقای سلمان اگر از صبح تا شب چند تا دروغ نگم زندگیم نمیگذره.
برای که اونایی که طرف من هستن یا دروغگوان یا دوست دارن دروغ بشنون. دیروز با یه دوست ایرانی میخواستیم یه معامله ای انجام بدیم، این همش میگه خدا شاهده. گفتم آقا خدا کجا شاهده این معامله من و توه؟ تو قبول داری خدا شاهده؟ من به شما میگم خدا شاهده من پول گذاشتم اینجا. آخه نکنید این کارو، خدا شاهده، خدا شاهد. من به شما میگم آقا این قیمته، بگو نه نمیتونم. ناراحتم نشید دوستان، اگه یه چیزی میخواییم بفروشید شما میگید 5000 دلار، طرف میاد بهتون میگه 100 دلار، عصبانی نشید، بگید خیلی ممنون که آمدی اینجا ولی الان 100 دلار نمیفروشم، هر وقت تصمیم گرفتم 100 دلار بفروشم به شما خبر میدم. ولی کسای دیگه هم هستن 3000 دلار خواستن، 200 دلار خواستن، اسم اونا رو هم نوشتن. چه فایده داره که عصبانی بشی؟ تو بهش فوش بدی اونم به تو فوش بده. بگو نه thank you، خیلی ممنون که آمدی و به اصطلاح دیدی و رفتی. اینم از این. خب ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا. آها این پهباد، کلمه پهباد که دنبالش میگشتم اینجا درون میگن، DRONE. الان حتی تو عروسی ها هم که ما میخواییم فیلم برداری کنیم، طرف میپرسه شما با درون هم فیلم برداری میکنید؟ از بالای کلیسا دور بزنه بیاد ما رو ببینه بعدم بیاد؟ گفتیم نه بابا ولمون کن. گفت خب حالا یک کسی رو استخدام کنی. گفتم آقا من نمیخوام، من حالا یک کسی رو استخدام کنم باید مسئول اونم باشم، کار خودم هم خراب میکنم. نخواست. در رابطه با کار خودم خراب میکنم، آقای سبا تبار میدونید که چند مدتی هست که برنامه‌ای میذاره و اینها. سبا من سالهاست میشناسم، از 2001 همیشه هم فکر میکردم خیلی جوانتر از اینی هست که هست. بعدم با خانمش آشنا شدیم، خانم ناهید سبا که بنده خدا فوت شد رفت و یه کاری رو انجام داده بود و خودش هم میدونست کارا درست نبود، خوب نبود، خوب انجام نشده بود، هم کیفیتش بد بود هم کمیتش که نمیشه بگی دیگه. درست بعد نوشته بود که میدونم کیفیت این ویدیو بده ولی پر از انرژی بود. من خندم گرفت سبا جان، گفتم که حالا من مثلا فردا میخوام برم اینجا عروسی فیلم برداری کنم، بعد اگه دوشنبه خواستم فیلم رو بدم دیدم خراب شده، به طرف بگم که ببین آقای داماد، خانم عروس، من میدونم این ویدیو خراب شده ولی این پر از شادی هاییه که اون لحظه اونجا بوده و شما اینو بگی هیچی هم صدا در نیاد. اونم میگه مرد حسابی، تو پول گرفتی که اون شادی ها رو به ثبت برسونی به نحو احسن که من نگاه کنم لذت ببرم، اولین بچه‌ام که 5 سال دیگه دنیا اومد، 2 سالش که شد بشینم نگاه کنم، با نوام بشینم نگاه کنم. آخه این چیه؟ چرا آقای خسرو بهرامی اگه میذاشت من یاد بیننده بدم، یاد آقای سبا تبار بدم که آقای تبار درسته که فیسبوک با این تلفنت میگیری روبرود میشینی یک کتابم میذاری یا میذاریش رو لیوان قهوه فیلم میگیری، ولی عزیز من باید اینجوری باشه. اگه میخوای آقای دکتر ایکس رو بیاری کناره، اگه اینجوری هم گرفتی فعلا هر وقت اون میخواد صحبت کنه به چرخونش به طرف اون، هر وقت خودت به طرف خودت، نه اینجوری دکتاتون اینجوری. بعدم حالا دیگه وقتی اون داره صحبت میکنه سبا جان تو دیگه چرا این سرک میکشی لبخند میزنی؟ خندهات قشنگه، انرژی داره، ولی گاهی وقتا این انرژی ها دیگه تو مچ. حالا میدونم سبا هم از ما ناراحت میشه، امیدواریم که نشه، خداییش بگم ناراحتم بشی I don't care. چون من اگه قرار بود مثلا سر کلاس که میرم یه وقت به این پسره نگم آقا انشاد غلط، املاد غلط، املا و انشاد بدم میمدم میشه، نمیدونم حساب فنی که نوشتی غلطه خوشش نیاد، باید بهش بگی تا بفهمه غلطه. بعد عذر میخوام این حرفو میزنم، میگن آقا اگه میخوای مناری رو بدزدی اول برو یه چاهی رو براش بکنی بکن، که این مناره که میدزدی این آقای دکتره که میاری همجور اینجوری اینجوری بغل نکنی تو خیام، بذاریش توی چاه. شیرازیان بارها گفتم میگن کسی که میخواد چیزی بخوره قاشق چیزخوریش باید همراهش باشه. یه مقداری یاد بگیرید. الان شما تصویر فیسبوک برگردید اون اوایل نگاه کنید، وقتی ما شروع کردیم اینجوری بود، حالا قشنگ اینجوری شده، هنوزم این دوتا بغلش بازه. دلیلش اینه که من دارم از سیستم قدیمی
و فیسبوک که سیستم جدیده استفاده میکنن. و اگه ببینید یک شبکه‌ای هم روی این تصویر هست. زور خودمو میزنم ولی نمیام به مردم بگم این حالا درسته که درست نیست ولی پر از انرژیه. ببخشیدا، این یعنی شما نمیفهمید، شما لیاقت ندارید، همینه که هست. اینم برای روز جمعه. خب ببینیم دیگه دوستان چی نوشتن. گوگل وایس این کیه؟ 416 بفرمایید. آقای سربی سلام عرض میکنم، افشارها هستم از تورنتو. فرمایش شما برای مسئله چله کاملا درست هستش. از اول اصطلاح دیما تا دهم بهمن رو بهش چله روز اول رو میگن چله بزرگ. خدا پدر و مادرتو بیامرزه. و من باور کنید داشتم این دو سه روز گذشته دیوونه میشدم که آقا مگه میشه این همه آدم اشتباه کنن؟ آخر به اون نجر رسیدم که پس من اشتباه میکنم. خانم نیر خانم، چله بزرگ، چله کوچیک، وسط زمستونه. نه یلدا چه کار چله داره شب چله؟ همین نشون میده این آقای هخورا به قول آقای هادی خورسندی چقدر اصلا نادانه در رابطه با چیزای دیگه. در اصل ببینم حالا شما چی میگی بفهم. اونی که شما میگفتین چی تو وسط زمستان کاملا درست هستش، یعنی از دهم بهمن تا آخر بهمن رو عبارت باشد از اون 20 روز، اون رو میگن چله کوچیکه. 30-40 روز بله. 10 روز اول اسفند رو بهش میگن احمن، 10 روز دوم اسفند رو بهش میگن بهمن، و 10 روز آخر به اصطلاح اسفند رو بهش میگویند سرما پیرزن. و راست میگن، راست میگن. نیر خانم هم روی فیسبوک هستن، ایشون هم دارن میشنون. بسیار ممنون و متشکرم. من این تلفن شما رو همیشه با 905 آشنا هستم. وقتی 416 اومد فکر کردم دوستان دیگه هستن. در صورت میگم که من فکر کرده بودم اگه آقای مصطفی زاده امروز کارش ردیف نشه بیاد، امروز با شما باشن. بعد اگر ایشون آمد دوشنبه با شما باشن. این بی ترتیبی همه چیزمون رو ریخت به هم. و خدایا به ما یه نظم و ترتیبی بده. این همه زرتشت و کوروش و داریوش تقلا کردن، دعا کردن که خدایا این مردم رو از دروغ و از خشکسالی و فلان رها کن، نشد. اقلا ما بگیم خدایا به ما یه نظم و ترتیبی بده. والا بعضی ها من میگن آقای سوربی این ما برنامه ها ساعتمون رو میتونیم با برنامه شما تنظیم کنیم، و چجوری تلویزیون های دیگه نمیتونن سر وقت شروع کنن؟ میگم اونا میتونن، اونا نمیخوان. چرا نمیخوان؟ برای اینکه اگه نشسته یه جا داره چلو کباب میخوره مجانی، یه نفر بردش اونجا میگه بابا ولم کن، حالا فلان فلان تماشاچی، اون صبر میکنه. من قید نهارمو میزنم، قید نمیدونم تفریمو میزنم، میرسونم خودمو اینجا. اتفاقا آقای مصطفی زاده وقتی پیام گذاشته بود گفته بود که حالا امیدوارم الان موقعی نباشه که پریدی تو خزینه. همه اینا میدونن که من قبل از برنامه به قول معروف بهشون میگم میپرم توی خزینه، حاضر بشم برای برنامه زنده. حتی اگه صبح ساعت 5-6 دوش گرفته باشم باز قبل از برنامه دوش میگیرم که یه حال اول خستگی در میره. این آب گرم که میریزی رو خودت خستگی در میره. بعد احترام میذاری به بیننده، یعنی بیننده حس میکنه که آقا شما نیومدی اونجا، حالا که نشستی اینجا اینجوری اینجوری کنی. آقای رضا پهلوی توی برنامه مصاحبه داره دنبال نخود لوبیا میگرده تو مغازه، فکر کنه دماغش مغازه خاربار فروشیه. راستی از آقا رضا تنبل چه خبر؟ رفت دیگه دنبال کارش ها، گفت بی خیال شاهی بیا بریم دنبال ماهی. اینم از این. خب آقای جنری کانلی هم که سالها توی اینجا میچرخه برای خودش، امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستید
دوستان حتما شما هم مثل من دوستان بهایی دارید که از بس اینا به من و شما گفتن ما دروغ نمیگیم و الا اگه میخواستیم دروغ بگیم دانشگاه رامون میدادن، شغلمون از دست نمیدادیم. به من گفتن بنویس بهایی هستی یا نیستی، گفتم بهایی هستم، کردن من بیرون. به من گفت اگر ننویسی بهایی هستی میتونی کار کنی و ما اصلا دروغ نمیگیم. آقای حسن ارشاد از روی کتابهای خودشون توی برنامه 110مینش، آفرین 110 هفته است داره برنامه میذاره، توی برنامه 110مینش که امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن براتون پخش میکنم و تو جمعه هفته آینده هم همینجوری باز پخش میشه هر روز، در رابطه با دروغ و تقیه در دیانت بهایی صحبت میکنه. دوستان بهایی اگر صحبتایی که آقای ارشاد میکنه دروغه، اشتباه هست، تشریف بیارید مهمان ایشون بشید، چون توی برنامه خودشون صحبت میکنه، شما توی برنامه خودشون صحبت کنید و به مردم، به بیننده ها بگید که ایشون دروغ میگه یا اشتباه میکنه. آدم بعض وقتا اشتباه میکنه، کسی که عمدن به اصطلاح سهواً اشتباه کنه این آدم دروغگویی نیست، ولی اصلا نمیشه که عمدن اشتباه کنی، اصلا بخوای عمدن اشتباه کنی یعنی دروغگو هستی. من اگر اشتباه کنم 10 تا 10 دلاری رو به شما بدم بگم این 120 دلاره، اشتباه کردم. ولی اگر فکرم این باشه که این 10 تا رو بدم بگم 120 دلاره، دروغ دارم میگم. توی کار بیمه هم یه بیمه ای داشتیم به نام Error and Omission. حالا Error که یعنی هم اشتباه و اینا، ولی اون آمیشنش نمیدونم چی بود، یعنی حتی اگر عمدنم اشتباه کرده باشی باز بیمه پول اونا رو میداد، ولی دفعه دیگه یقت رو میگرفت و پدر صاحب بچه رو پیش خود پیش چشش در میابود. خب و اما بریم سراغ منبع خبری که آقای حسن خزائی برای من فرستاده و من توی یک لحظه اگه اجازه بدید بهتون نشون میدم که ایشون چند تا خبر فرستاده. شما به من بگو اصلا امکان این که من بتونم این خبرها رو بخونم نگاه کنم هست یا نه. دوستان این شماره تلفن‌ها رو میبینید، تمام این شماره تلفن‌ها که مثل همه، این شماره تلفن این دوستمون آقای حسن خزائیه و چپ و راست دقیقه به دقیقه برای من یکی اینجا میفرسته، یکی تو تلگرام میفرسه، یه ایمیل میفرسه. چجوری؟ اونم یه لینک نوشته بی بی سی. بهش میگم عزیز من لینک فارسی نوشته فارسیش، تایتل، عنوان، سابجکتش هم باید بنویسی. چرا ما همه چیز رو راه بدش رو استفاده میکنیم؟ چرا ما بیسیک یا پایه و اساس چیزای اولیه اینا رو یاد نمیگیریم؟ همون خشت اوله، بیسیک، خشت اول. خشت اول چون نهیم کج، تا سریا می رویم دیوار کج. آقا نوشته برای چی میخوای بفرستی؟ مینیستی برای سوربی، شماره تلفن 202-695-2573. چی میخوای بفرستی؟ مینیستی که مثلا قاتل فلان کشته شد، ترامپ نمیدونم کارهایی که داره میکنه کمک میکنه به ایران. این سابجکت، این تایتل، این عنوان، این موضوع کجاست؟ این پایین لینکش توی بی بی سیه، توی وایس آف امریکان، توی ایرو نیوزه، توی گویاست. شما باید این خبرها رو خونده باشی بعد برای من بفرسی. نمیخوام بگم شما بشو وزارت ارشاد تلویزیون مردم، ولی با اون دیدگاهی که داری بعد مردم قبول میکنن که این آقای حسن خزائی یه آدم بیطرفیه، از این ور میگه، از اون ور میگه، خوبی ها رو میگه، بدی ها رو هم میگه. خوبی های نمیدونم جورج بوش احمق رو میگه، بدیهاش رو هم میگه. خوبی های همین ترامپ دیوانه رو میگه، بدیهاش هم میگه. یا مردم میفهمن که آقا این آدم تندرویه، فقط خوبی ها رو میگه، بدیهاشون کاری نداره، خوبی ها رو هم دروغ میگه، اون وقت دیگه ولت میکنن، گوش نمیدن. این که سوربی با این بد اخلاقیش باز این دوستان باهاش وایستادن برای همینه که میگه آقا به دوست خودش، به نزدیکترین دوست خودش، به برادرش، به فامیلش میگه آقا این کاری که داری میکنی اشتباهه و یاد میده، میگه اینجوری باید باشه.
این که اشتباهی بهشم میگه چجوری باش. حالا بریم خبرها رو ببینیم. اول بریم سراغ یه پتیشنی که این دوست ما آقا رضا فرستاده و خیلی جالبه. دوست ما مهندس ساختمونه، آرشیتکته، یعنی وقتی میخواد یه ساختمونی بسازه باید مجسم کنه، این شکل بکشه، بعد باید بره برنامه بلوپرینت بگی که اینجا رو بکنیم اینقدر، اگه میخوایم 5 طبقه بسازیم با یه خونه یه طبقه چوبی فرق میکنه. اون که خونه یه طبقه چوبیه ممکنه 3 فوت بکنن بگه کافیه، اونی که میخواد 5 طبقه بسازه قد 2 طبقه زیر زمین میکنن برسه به یه جای سفت، یه طبقه 2 طبقهشو میکنن پارکینگ، میرسن به کف تازه زمین معمولی 5 طبقه میسازن. یعنی بینش باید داشته باشن، دید داشته باشن. وقتی میگن پرسپکتیو توی رسفنی یعنی چشمنداز داشته باشی بتونی ببینی. اوکی؟ نوشتن که Hi, I just signed this petition. من همین الان این تومار رو امضا کردم. Will you join me؟ آیا شما هم به من میپیوندی؟ If you do، اگر این کارو میکنی، لطفاً forward this message to all the people who would support this cause. اگه این کارو میکنی لطفاً برای همه اونایی که ممکنه این کارو انجام بدن اینو بفرست. کل جمله غلطه. چون شما میگی میپیوندی به من، من به شما میپیوندم امضا میکنم، یه قسمت دیگش برای دیگران میفرستم. اوکی، اب نداره. من از این دوستمون پرسیدم شما تا حالا پتیشن یا توماری پر کردید امضا کردید که کار کنه؟ جواب نمیده، نه، چون میدونم نه. میگه که ببین سوربی جان، کسی که در حال غرق شدنه به یک حباب روی آب هم دست میندازه. میگم آقا من و شما که در حال غرق شدن نیستیم. این بیچاره آقای اسمش هم اینجا نوشته، بله، کیا، پسر جوان یکی از دوستان عزیز و قدیمی ما به تهمت غرق چند ماه از زندانی است. این آقای کیا داره غرق میشه. من و شما که بیرون وایستادیم وقتی این داره دست میندازه روی این حباب ها که تازه اونم نمیندازه، حقیقتا من و شما رفتیم این آب صابون خریدیم براش فوت میکنیم، حباب درست میکنیم، بهش میگیم بگیر میای بیرون. آقا حبابه، شما هم که میدونی حبابه، چرا اینو براش میفرسی؟ کمربند تو اگه در بیاری، کراوات تو اگه در بیاری، کراواتتونو ببندین به هم دیگه ممکنه برسه به اون، یه شاخه درخت بشکنی ممکنه برسه به اون. ولی این تومارا چی عزیز دلم، قربونت برم کاکو جون، آخه چرا ما نمیخوایم یه لحظه فکر کنیم؟ بفرم بریم اینجا خودم نشونتون بدم که یه وقت فکر نکنید این سوربی علکی این حرفا رو میزنه. مگه میشه تو آمریکا یه مهندس ساختمون یا آرشیتکت بیاد همچین چیزی بگه؟ بفرم. دوستان عزیزم، با آرزوی سلامتی و ایامی خوش، جوان ایرانی بیگناهی گرفتار زندان است، لطفاً این پتیشن را امضا کنید. کیا، پسر جوان یکی از دوستان عزیز و قدیمی ما به تهمت قرق چند ماه است زندانی است، که خدا برای هیچ پدر و مادری پیش نیاورد. این قسمت واقعا راست. به طور خلاصه شما ممکن است کیا را نشناسید. او پسری متین و موقر به کمک زن جوانش یک نرسری در راکویر مریلند باز کرده بودند. صبح روزی بچه کوچولوی مریضی را که دو مادرش که همجنسگرا بودن به دست کیا میدن. نرسری برای افراد مسن و سالمند هست اگه اشتباه نکنم، یا اون نرسینگ هومه. نرسری برای گل فروشی میگن، نه؟ اب نداره، میخوایم فارسی ننویسیم انگلیسیمون هم قاطی میشه، اب نداره. در صورت این دیکر میشه. دیکر یعنی جایی که دی روز کر نگهداری از بچه ها. توی آمریکا آلمان هم بهش میگفتن کیندرگاردن، همینجا هم کیندرگاردن هم میگه. بله، آن روز تلخ، بچه مریض حالش به هم میخورد و بدتر میشود. با آمبولانس به بیمارستان میبرند و
بچه بعدن میمیرد. در حالی که آتاپسی یعنی کالبد شکافی نشان میدهد که در بچه قبلا چندین استخوان شکسته و جوش خورده بوده و علائمی دیگر، ولی دادگاه بی‌انصاف کیا را به جرم قتل زندانی میکند و ضمانت بسیار سنگینی میگذارد. وسیله این قضیه ناگوار بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود. از شما که ممکن است حتی کیا را نشناسید، خواهش میکنیم این پتیشن را امضا کنید و از خدا برای این دوستان ایرانیمان صبر و آرامش طلب کنیم به امید آزادی کیا. ارادتمند رضا. آرزا من خوندم، به خاطر گل روی شما میریم امضا میکنیم، ولی آیا این از اونایی که مثلا اگه 100,000 نفر امضا کنن دادگاه میاد دوباره چیز میکنه؟ اتفاقا خیلی جالبه، 3-4 روز پیش من یه فیلمی دیدم که یک خانم جوانی الان چند سال زندانه به خاطر اینکه اونم یه همچین ماجراییه و این خود خانمه از لحاظ صحبت کردن گویا یه مقداری لکنت زبان داره و دوتا پلیسه که اونو 9 ساعت اونجا گیر میاندازن توی این اتاق کوچولو، انقدر بهش به اصطلاح وقتی بازجویی میکنن فشار میارن که این برای که از دست از سرش بردارن و بهش میگن بله تو زدی زمین، اینا آخرش میگه بله من زدم زمین و پشت سرش اینجوری شد و الان دکترها اومدن میگن این اینجوری نبوده، اصلا این پسر مغزش مدت ها بوده که اشکال داشته، تورم پیدا کرده و الی آخر. و یه سازمانی هست آقا رضای گل، حالا من اون خانمه رو که وکیله پیدا میکنم، من اینو میفرستم که به جای اینکه حباب انداخته باشیم برای این آقای کیا و پدر مادرش، کراواتونو باز کرده باشیم بدیم دستشون اونا رو بکشیم. یه خانمی هست توی تلویزیون، این از 100 تا کیس هم که بهش مراجعه میکنن 2 تاشو ممکنه پول داشته باشه و وقت داشته باشه بره دنبالش. امیدوارم این آقای کیا جز اون 2 نفر بشه و این خانم بره دنبالش و ثابت کنه که بابا این بچه قبلا مریض بوده، این مشکل رو داشته و اینجوری شده. شغل بسیار مشکلیه دوستان، این بچه دیگران رو نگه داشتن. فکر نکنید خب بچه خودتون رو بزرگ کردید، باور کنید من روزی که من و خانمم قرار 2 ساعت از این نوه‌مون نگهداری کنیم، من فکر کنم 5 پوند کم میکنم. شایدم به دلیل اینکه بچهای خودمو خیلی اصلا یعنی موقع بزرگ کردنشون من مشغولشون نبودم، خانمم بوده و بیشتر اون، ولی باز همونم میگه که اصلا یه استرس خاصی به من دست میده، چون بالاخره هرچی باشه این امانت و بچه مردم. حالا دوستانی میان میگن آقا کاری نداره، همین تو خونت بنویس اینجا تو جاین، من بچهای شما رو نگه میدارم. آقا بچه های چند ساله رو نگه میدارن، بنویس از 1 ماهگی تا 18 سالگی. نه بابا، باید کلاس رفته باشن، باید بدونه اگه بچه صبح که میاد تب داره فوری زنگ بزنه، فوری بنویسه، فوری اگه پدر مادرش تا نیم ساعت نیومدن به بیمارستان زنگ بزنه، به امرجنسی زنگ بزنه. و خیلی ممنون از شما، ممنون از این پدر مادری که بیچارا، من باور که هرچی بگیم ما میدونیم به اینا چی میگذره، به قول آقای امیدوار درست گفت، آقا کجا میدونیم؟ شکست استخوان داند بهای مومیایی را، من از کجا میدونم به اینا چی میگذره؟ ولی پدر هستیم، والدین بچه ها هستیم، احساس میتونیم داشته باشیم. اینا بزرگی میکنن که میان اینا رو میگن به جامعه که من و شما درس بگیریم، یاد بگیریم. آقا نگیم چرا من برم ساعت 8 دلار برای فلانی کار کنم، خودم میتونم تو خونه بشینم 2 تا بچه نگه دارم. این درد سرام هست، بعد باید خونت رو بفروشی بری بدی به وکیل، بعد یه دفعه اگر اون وکیل کم تجربه باشه، دادستان پر تجربه باشه، اون گروه قضات رو میپیچونه که اونها دیگه یادشون میره که behind any reasonable doubt، یعنی شما باید تصمیم بگیری بدون هیچ گونه شک. من هر کدوم از این چیزهای تلویزیون نگاه میکنم فوری شک به وجود میاد که آقا درسته که این اینجا بوده، درسته که این سال، ولی
این ولی اون شک. ولی نگاه کن خیلی از این جوری ها تو دو ساعت یه دفعه یک کسی رو حکم اعدام بهش میدن. الان یه ایرانی دیگه هست، آقای محمد شریفی بنده خدا، تو زندانه. میگه آقا اصلا روزی که خانمش توی شهر دیگه، خانم قبلیش توی شهر دیگه به ضرب گلوله کشته شده، میگه من 4000 مایل کیلومتر اونور آمریکا بودم ولی تو زندانه. اگر کسانی هستن، وکلای هستن، ایرانی هستن، بلدن، میتونن، حاضرن یه پولی خرج کنن از جیبشون این بیگناها رو از زندان آزاد کنن، ما هم حاضریم مجانی وقت تلویزیون رو بذاریم درباره اینها صحبت کنیم و باید به هم کمک کنیم. همینجوری که اگه برامون اشکالی پیش اومد قایمش نکنیم، به دیگران بگیم آقا پسر من مثلا اینجوری بود، بعد این اشکال پیش اومد، شما مواظب باشید اینجوری نشه. اصلا ممنونم. خب ببینیم تو قسمت پایینیش که اسم و فامیل ننوشتن، ولی بالا ببینیم. آها، کیا دیوبند تو جاج مری بیت مکورمیک. این حتما ایرلندی دیگه، مکورمیک یه رستورانی هم هست. The petition is really important and could use our help. Click here to find out more and sign. من نمیدونم اگر این چیز شده، به اصطلاح دادگاه تصمیم گرفته، قاضی که نمیتونه عوض کنه، میتونه دادستان مثل که باید دوباره درخواست کنه. نمیدونم این پرسیجرش یا مراحلش رو من نمیدونم. نوشته تا حالا 99 نفر دوستان تا حالا امضا کردن. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، همینجور رو صفحه کامپیوترم که با من هستید اینو امضا کنیم بفرستیم. ضمن این که باور ندارم پتیشنی تا امروز کار کرده باشه، ولی میتونیم که امیدوار باشیم این یکی کار کنه. ایمیل usasorby@gmail.com اینجا می نویسین why this is important to me. خب باید بگیم هیچ بیگناهی نباید در زندان باشه. I do believe که هر کسی innocent هست، بیگناه هست، نباید اونجا بره. در هر صورت کاش که یه چیزی هم گذاشته بودین که اونو آماده می نوشتیم می زدیم می رفت. بذار ببینم تو نوشته هاتون نیست. Why this is important. Amendment of United States noticed that this amendment contentment imposed fine or bail so expensive. Aha, excessive. Mr. We need to protect and force our right under Kia Deivand, father of two young children. این بنده خدا با وجود که خودش جوونه، پدر دو تام بچه جوون هست و birth of his second child. بچه دومشون هم میگه تولد جشن تولد بچه اولیشو نبوده. اصلا حالم گرفته شد. جشن تولد بچه اولیشو نبوده، تولد بچه دومیش هم نبوده، قاضی هم براش $2,000,000 باند گذاشته. حالا ببینیم کجاش یه چیز مهمی میتونیم. میگه که Kia has been caring for children in past 14 years with no previous incident. میگه 14 سال گذشته داشتن این کار بچه داری و اینها رو انجام میدادن بدون هیچ اینسیدنت. میدونید از اکسیدنت کمتره درجش، یعنی بدون هیچ اتفاقی. بعد میگه Kia and his family are not rich. اوکی، Kia and his attorney can prove. بله میگه که بله اینجا میگه چطور شد که اون جمله معروف همه بیگناه هستن تا ثابت بشه که به اصطلاح گناهکارن. اینم امضا، ما همون جمله رو نوشتیم فرستادیم. حالا بله امیدواریم شده باشه 100 تا. امیدواریم شما هم که میبینید و دیگران این کار رو انجام بدید. و اینا نوشتن 200 نفر. شما باور دارید اگر 200 نفر این پتیشن رو پر کنه، قاضی اون بیل یا اون وثیقه رو
کم میکنه. یادتون باشه دوستان، اگر یه جایی میگن 2,000,000 دلار وثیقه، یه شرکتایی هست مثلا شما 20,000 دلار میری میدی، اونا 2,000,000 دلار برای شما میذارن. نمیدونم تو این حد بالا هست یا نه. اتفاقا دیروز داشتم رانندگی میکردم از این منطقه اناندل میومدم به طرف فیرفکس، دیدم توی منطقه اناندل نوشته بیل، این تابلو بیل، تابلو کش، چک کش، تابلو سند ماشینتون رو بیارید بذارید پول بگیرین، معمولا جاهای فقیر نشین شروع میشه، جاهایی که آدمای بدبختی هستن که بانک ها از اینا سوء استفاده میکنن. باورتون میشه شما اگه ماشین میخوای بخری الان داد میزنن بیا ما به تو میدیم 2%، یعنی اگر 10,000 دلار 15,000 دلار هیچی هم قسط ندی، 15,000 دلار 2%ش میشه 300 دلار توی یک سال. ولی به این بیچاره هایی که پول ندارن ماهی 30% نزول ازشون میگیرن، یعنی یک سال طرف 1,000 دلار که بهش میدن 30%ش چقدر میشه؟ 300 دلار هر ماه. اصلا حالا ببینیم این آقای ترامپ میاد چیز کنه. البته عکسی دارم از ترامپ که نوشته ترامپ دامپ. در صورت آقا رضا امیدوارم که این مثل حباب نباشه و بشه یه کمکی کرد این از این. بله دوستان، همین الان که ما امضا کردیم همین الان جوابش آمد. بفرمایید از همین شرکت آواز یا هرچی هست. You had previously indicated that you have not been to join آواز. بله، میگه قبلا گفته بودید که من ایمیل لیستشون رو نمیخوام ولی حالا امضا کردی. بله امضا کردم برای این پتیشن، ولی نمیخوام هر روز هی پتیشن های مسخره بیاد. یه چیزی مهم باشه مثل این، آدم امضا که میکنه هیچی، به 4 نفر دیگه میگه و امیدواره که یه کاری انجام بشه. خب اینم از این، اینم از اون. و اما بریم سراغ نوشته های این. بله، رقص های جنوب شیراز که الان هیچ مناسبتی با این شرایط بنده خدا این آقای کیا دیوبند نداره و دوستمون وقتی اینا رو فرستاد، چون خود ایشون هم احتمالاً از اهالی فارس و جنوب فارس هستن و اینها، براش گفتم اینا شیرازیه مثل خوزستان و اینا هست. گفت که بله اینا جنوب فارس لهجه شون اینجوریه، بعدم که رفتن بحرین و دبی و اینا این لهجه و این موزیک و اینا رو به خودشون بردن. و ایشون ابراز تأسف کرد که ما رژیم هایی نداشتیم که ما بهمون یاد بدن. گفتم منم متاسفم، ماها بیشتر از جنوب فرانسه میدونستیم، بیشتر از سوئیس میدونستیم، بیشتر از انگلستان و آلمان میدونستیم تا اینکه لار و خنج و لامرد و نمیدونم چی بود دیگه، گناوه و اینا. چرا؟ برای که اگر مثلا یه تابستونی آقای شاه با خانوادش میگو ما داریم میریم یاسوج، از اون به بعد همه ما میرفتیم یاسوج. چیکار کنیم؟ کیپ اپ وی جونز، ما هم میخوایم جایی بریم که شاه رفته. ولی شاه وقتی بلند میشه تعطیلات تابستونش میره سوئیس، تعطیلات نمیدونم ببخشید زمستونش میره سوئیس که برف بازی اونجا بکنه، تعطیلات تابستونش میره جنوب فرانسه. من گدای بدبخت کارمندم به هر وضعی شده میخوام خودمو برسونم جنوب فرانسه، ببینم این نیست که میگن چه خبره، یا برم نمیدونم سوئیس، کوه آلپ، کوه آلپ تو سرمون بخوره. مگه این کجا بود؟ آبلی و اینا یا اون توچال و اینها؟ اون کوه به این زیبایی کوه البرز؟ گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 نفرین لعنت بر این تقلید باد. حالا هم که میگن آقایون نمیدونم آخوندا میخوان برن یه جایی، هواپیماشون میکنن پر از اسب، میبرن اونجا نمیدونم که اسبشون باشه و بیان. چه باید کرد دوستان؟ خب رقصهای جنوب شیراز برای یه وقت دیگه، برنامه دیگه. امیدوارم تو سال نو 2 تا اتفاق مهم بیفته. یکی آقای حسن خزائی برنامه های اخبارش رو شروع کنه، یکی این دوست ما این برنامه های جالب ویدیوهای کوتاهی که از این ور اون ور جمع میکنه
و نمیدونم چجوری اینا رو پیدا میکنم. آقای آریانپور امروز یه ایمیلی فرستادن، نوشتن بزرگ نمیر بهار میاد کرخری به نام حمزه پور میاد. این دکتر حمزه پور که من فکر نمیکنم ایشون دکتر باشه، فکر کنم این آقای حمزه پور هم تو همون دانشگاهی دکترا گرفته که آقای حخا گرفته، و خیلی بالا و پایین میپرید تو تلویزیون های عقب افتاده مثل ایران آریایی اینا، فکر میکنن که این چی مشاور ارشد ترامپ. حالا ترامپ چه پخی هست که این مشاور ارشدش باشه؟ مشاور ارشدش اون خانم کیلیان فلانه که دیدید چه، ببخشید این کلمه پتیاره ای هست، دروغ میگه روز روشن، ملت چت گرفتن تو سرش، رو سرشون بارونیه، این میگه نه آقا هوا آفتابیه، میاد وای میسه زیر بارون خیس میشه، همه میبینن خیس شده، ولی پدر سوخته میگه هوا آفتابیه. این مشاور ارشد آقای ترامپ. حالا حمزه پور دیوانه که فکر کنم از اینایی که توی آفیسی چیزی نامه مثل دم دادگستری می نوشتن، همه جا گفته که من به آقای ترامپ گفتم امسال بره ایران، آقا برو دنبال کارت خجالت بکشید. یا نمیدون اینا خانواده ندارن بهشون بگن خجالت بکشید. آقای وحید عزیز، همین آقای مصداقی اگه 4 تا دوست خوب داشت، اگه خانوادهش باهاش خوب بودن، بهش میگفتن آقا خجالت بکش، تو که دیگه این همه سال رفتی برای مجاهدین دروغ گفتی، تبلیغ کردی، دزدی کردی، پا به پاشون حق مردم رو خوردی، جاسوسی کردی، الان دیگه به گوشه ای بخز برای خودت خفه شو، نه که بیاد صحبت کنه راجع به سوریه، تازه شما به من بگی بله اون آرتی معلومه که اینجوری حرف میزنه. نه عزیز من، شما برو ببین خبرنگارای مال آمریکایی هم که توی اون میدیای معمولی نیستن، ببین اونام چی میگن. میگه آقا تو سوریه اصلا این خبرا نیست، دیدید چجوری دختری که ماه تا ماه یا هر روز با تلگرام چی میفرستاد، چجوری رفت تو بغل این آقای اردوغان، چجوری راه پیدا کرد به اونجا. شما به من بگو تو سوریه ای که نمیدونن الان بمب رو سرشون میاد یا نمیدونم یه سرباز داعشی میاد بخواد بهشون تجاوز کنه، دختره نشسته از تلگرام و از چی استفاده. آخه نکنید بابا این کارا رو. همین احمق تیمور لنگ با این احمقتر آقای مصداقی یه اینترنتی رو از طریق تلفن نمیتونن درست کنن، و اون دختره هر روز صبح از سوریه برای اینا چیز میفرستاد، تا حالا آزاد شده رفت تو کاخ سفید اردوغان. برید نگاه کنید، همین آمریکا موقعی که جنگ صدام بود یه دختر خانمی مثل دختر یکی از کارکنای سفارت آمریکا عراق اینا بود، آورده بودن یه فیلمی پر کرد، یه چیزی میگفت، مال کویت بود، جنگ کویت و عراق اینا. آقا اگر سیاست به این تمیزی بود که من و شما بتونیم قشنگ نگاش کنیم و بوی گندش خفمون نکنه، خیلی خوب بود. چرا من هر کی میگه آقا نظرت راجبه چی، میگم آقا من همون چیزی رو میبینم و میشنوم که تو میبینی، نظری ندارم، من تفسیری نمیکنم. ولی به این سادگی هم نیست که آقای اولا شما این آقای مصداقی میبینید در عرض روز چند ساعت از این تلویزیون با اون تلویزیون، این ور با مراد برقیه، اون ور با تیمور لنگه، اون ور با یکی دیگه داره میره نهار میخوره. آخی نمیخونه عزیز من، به قول خودمون بعدم آقای مصطفی زاده، نمیخونه. دوستان با یک شارلاتان ایرانی بیشتر آشنا شوید. مشت نمونه خروار است که چه کسانی برای آینده ایران تصمیم خواهند گرفت. حالا اتفاقا از این خبرها هم نیست و بله، و بعدن معلوم میشه که ترامپ یکی یکی دست اینا رو هم تو حنا میذاره، همون جوری که دست نزدیکترین و حامی تریناشو تو حنا گذاشت، جولیانی، این یکی دیگه نوت گینگریج احمق، که نوت گینگریج تازه اومده بود دیروز یه حرف زده بود، بعد خودشم نوشت آی مید بو بو، گفتم نمیدونم این مرداب و این لجنزار رو خالی میکنه خالی نمیکنه فلان. آقا لجنزار تا هستی، سوسمارو نمیدونم تمساح این لجنزار این مرداب تو هستی، آقای نوت گینگریج تو هستی که چند دولت آمریکا رو خراب کردی،
شما ها هستید که دنیا رو به خاک و خون کشیدید، به جنگ کشیدید. حالا این احمق ترامپ هم آمده فکر میکنه که بله اینم مثل بیزینس دو دو تا چهار تا، بعدم پول کارگرها رو ندم و بکشم بالا. حالا ببینیم چی میشه. فعلا بهتون اون روز گفتم که از دوستای خودش، از طرفدارای خودش شروع کردن ازش گله‌مند شدن، از آقای ترامپ که آقا تو گفتی اینجوری این نشد، تو گفتی اونجوری این نشد و الی آخر. خب بریم سراغ پتیک عزیز که گاهی وقتی چیزایی که مینویسه و عکسایی که میفرسه خیلی جالب و قشنگه و به قول آمریکایی‌ها روز ما رو میسازه. نوشته که بله پشت این ماشین رو ببینید چی نوشته. میدونید رسم پشت مینیبوس مینوشت من هم یک روزی بزرگ میشم. منظورش این بود که امید این بود که بعدا بشه راننده اتوبوس. بنز خاورا همینجور مینوشتن ما هم یه روز بزرگ میشیم، میخواست بشه مثلا بنز 10 تا. این نوشته که کی میشه بزرگ شم. اینجا ببینید کی میشه بزرگ شم. خب بعد پایینش نوشته نانوا هم مثل فرهاد جوش شیرین میزنه یا جوش شیرین میزنه. حالا اون بدبخت فرهاد شیرین کجا و این کجا. بعدم اینجا نمرش که نوشته هیچی، این بالا اومده نمرش به انگلیسی نوشته. حالا انگار میخواد مثلا بره شویجون، اونجا فقط زبان انگلیسی بلده. دمت گرم پتیک، خیلی ممنون. ضمناً آقای آریانپور اون پیام شما رو شنیده بود و همون جوری که من با آقای حسن خزائی گفتم بیچاره شما اگر شخص دانشمند من باشم، آقای آریانپورم در کمال به اصطلاح شکست نفسی و خضوع گفته بیچاره ملتی که ایشون قهرمانش باشه. نه آقا، ای کاش داشتیم 100 تا قهرمان مثل شما که با شهامت و شجاعت با شهامت می اومدن به شاه میگفتن آقا این داره دزدی میکنه، دیگه نمیتونست که همه رو بکنه بیرون. ولی وقتی با شما در افتاد شما ول کردی اومدی، برای که اون 99 تا قهرمان نبودن. اون 99 تا گفتن بابا حالا شاه داره با طوفانیان کمیشن میخوره، خب ما هم میخوریم دیگه. یه آقایی هم اون روز اومده بود صحبت کرده بود، بهش گفتن آقا بیا مهمون ما باش، گفت نه حالا بعدن. اینا معمولا کسایی هستن که درست حرفای شاه رو میزنن، از ترس این که نیفتن تو دست روسیه، از ترس این که از پشت بوم نیفتن انقدر عقب عقب میرن، از اون بر میفتن تو کوچه. آقا دوتاش یکیه، تازه تو خونتون اگه بیفتی شاید بیفتی تو حیاط، بیفتی تو تخت، بیفتی تو باغچه، بیفتی رو گل یا بیفتی رو گل. تو کوچه اگه بیفتی یا سنگ بود یا آجر بود یا آسفالت. میگم آقا دوزی دوزیه، شما میگی شاه یک دهم اینام دوزی نکرد. مثل این که من یه آدم بکشم وقتی برن دادگاه بگم آقا چرا منو گرفتی، فلانی 10 تا آدم کشته. اینجا اتفاقا بارها بهتون گفتم پلیس وقتی طرف میگیره میگه آقا چرا منو گرفتی، اون یکی داشت از من رد میشد. میگه ببین من به اون نرسیدم ولی تو رو گرفتم، تو داشتی تون میرفتی یا نه. میگه بله خاطی هستی، خطا کردی. دوز دوز چه یه دلار، چه 100 دلار، چه 100 میلیون دلار، دوز دوزده. شما به من نگو اون دوزد کوچکی بود. اگه دوزد کوچکی بود که بهش نمیگفتن آریامه بزرگ ارتشداران، میگفتن دوز کوچولو. اذیت نکنین، نه یا ننویسین رو فیسبوک. من نیر خانم به من میگه شما وقتی میخوای پدر یکی رو در بیاری خوب بلدی. والا من صبح که میام اینجا به این فکر نیستم که پدر یکی رو در بیارم. یکی پا میذاره رو دوممون، ما هم واق واق میکنیم، دوباره پا میذاره رو دوممون، ببینیم این حرومزاده باید بریم پاچهش رو بگیریم تا بفهمه دیگه پا رو دوم ما نذاره. خب شوخی با خدا، این ویدیو قشنگه، ببینیم با هم. و بذارید برای نماز خوندن و اینها هست، نماز درسته یا نماز؟ ما شیرازی ها میگیم نماز. فریدون فروغی وقتی شعر خوند گفت من نمازم تو را هر روز دیدنت، که همون دوره شاه گفتن آقا مگه میشه بگی من نمازم تو را هر روز دیدنت.
این دوستانی که فکر میکنن شاه میخواست از دست آخوندها نجات پیدا کنه، شاه خودش یه آخوند تاجدار بود. give me a break به قول معروف. بفرمایید. این هم دوتا دارن نماز جماعت میخونن. کلک زده اون وحشت کرد و رفت. این کجا شوخی با خداست؟ این شوخی با یا خواهرش بود یا همسرش بود، هرچی. بله، اب نداره. یاد میگیریم که چگونه بنویسیم. و قلبت اگه ضعیفه نبین. من واقعا وقتی این دوتا پسر جوان سرباز رو دیدم که بالاخره چند تا احمق وایسادن خط کشیدن و آتیش درست کردن و نمیدونم و اینا رو زجرکش میکنن، دیده بودیم طرف رو تو قفس میسوزونن اونم زجرکشه، دیده بودیم طرف رو میکنن تو استخر اسید اونم زجرکشه، بابا طرف میبردن جلوه نمیدونم چی میگن جوخه اعدام یا جوخه نمیدونم تیر میزنن، بعد تازه اگه دیدن یه وقت یک کسی تیره رو درست نزده داره جون میکنه، یکی میره تیر خلاص بهش میزنه. حتی کشتن و اینها هم قانون داره. و ببینید شما اینا چیکار، من اصلا جرأت نمیکنم اینو برای کسی بفرستم، جرأت نمیکنم رو فیسبوک بذارم و نکنیم این کارو. اینا دارن این کارو میکنن، ما هم پخشش میکنیم، معمولی میشه، عادی میشه، نکنیم اصلا، به دستمون میرسه بندازیمش بیرون. و اما 5 نفر به اتهام اختلاس در دانشگاه پزشکی جیرفت بازداشت شدن. بخونیم ببینیم این خبر چی. اینجا میگه که 5 نفر select area چش اینجا تا اینجا تو صفحه کامپیوتر 2 میبینید شما، 5 نفر به اتهام اختلاس در دانشگاه پزشکی جیرفت بازداشت شدن. احمد علی انجم روز یا انجمن روز از وقوع یک فقره اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان خبر داد و بیان داشت در این رابطه 5 نفر به اتهام اختلاس روانه زندان شدند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، همین انجم روز ادامه داد پس گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان مبنی بر اختلاس برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه سیستم قضایی قرار گرفته است. والله جمله ها درست نیست، نمیدونم. وی تصریح کرد در این رابطه 5 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته که با احضار در شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب جیرفت با تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به اتهام اختلاس روانه زندان شدند. همین انجام روز با بیان اینکه تاکنون مبلغ 445 میلیون و 700 هزار تومان از وجوه مورد اختلاس به بیت المال برگشت داده شده است ابراز داشت، پرونده همچنان در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی ارتباطات دادگستری کل استان به اطلاع عموم میرسد. خب باید خوشحال باشیم که با همه این دزدزیایی که میشه و بخور بخورا، اقلن گاهی وقتی هم از این خبرها هست که یکشم میگیرن. وقتی این همه پولو پس داده، حالا ببین چقدر خورده بوده برده بوده که انقدرشو فعلا داشتن و اینا تونستن بگیرن. و اما نوه استالین، اینم برای دوستان رفیقمون، نوه استالین درگذشت. به گزارش ایرنا، این تند شد دیوانه شد کامرای 2 ببینید. بله، به گزارش ایرنا، مرگ نوه استالین که امروز پنجشنبه، مال دیروز بوده، در یک ایستگاه اتوبوس در مسکو پس از بروز یک سکته قلبی رخ داد، از سوی فرزند وی به روزنامه کامسومولسکایا پرادا اعلام شد. یوگنی جوگاشویلی 81 ساله با وجود اینکه از سال 2001 رهبری حزب کمونیست گرجستان را بر عهده داشت،
در تفلیس پایتخت این کشور زندگی میکرد، همزمان شهروند روسیه نیز بود. وی درباره پدر بزرگ خود که گرجستانی و از دوستان و همرزمان ولادیمیر لنین رهبر و بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی بود اعتقاد داشت بسیاری از جنایت هایی که به استالین از جمله موج گسترده سرکوب ها، قتل عام مردم و دستور تیرباران هزاران افسر لهستانی نسبت داده می شود دروغ است. خب معلوم که شاهدت کیه؟ دوم مثل الان میگن کی از ترامپ چی میکنه؟ دختر صدام حسین. یعنی درست مثل این خانواده شاه هست که میگن این آقای انور سادات آدم خوبی بوده، حالا دختر صدام حسین هم میگه این دونالد ترامپ آدم خوبیه. چرا؟ که این اومده حقیقت جنگ عراق رو بازگو کرده و پدرم من نمیدونم اونجا مثل یک قهرمان نخه. درسته که ما قبول داریم خب اقلا وایساد مثل شاه در نرفت، ولی تو سوراخ قایم شدن وای میشد جلو عراقی ها، مردی که اینقدر تو سوراخ و این ورور نمیخواست، یا کشته میشدی یا اقلا 10 نفر از اونا رو میکشتی. قهرمانانه در سوراخ که قایم نمیشن. آقای مسعود رجبی شما نمیتونی بگی قهرمانانه قایم شده یا مرده، اونای دیگه دارن دروغ میگن رزیلانه، یا خودش ترسویانه چی میشه. خب میبینید که صدا سرما خورده و باید چیکار کنیم؟ آب بنوشیم، استراحت کنیم که نمیکن. اجازه بدید همینجا برنامه امروز تموم کنم. میگم وقتی که من فکر میکنم خب چه خوب شد امروز آقای مصطفی زاده میاد، اونم نه 1 ساعت 2 ساعتش ایشون برنامه میذاره، فیتیله فردا تعطیله، شاگرد تنبل از خدا چی میخواد؟ که پای معلمش بشکنه. بعد یه دفعه خبر نداره که با پای معلمی که میشکنه معلمه با پای گچ گرفته میاد مدرسه، یا معلمه نمیاد مدرسه ولی یه معلم سخت گیرتر از اون میاد. در صورت چون آقای مصطفی زاده قرار بوده امروز 2 ساعت اینجا باشن، من یک کمی تنبل شدم، بیحالی هم مزید بر علت، بی برنامگی از همه چی بدتر، یکم با آقای حسن خزایی کلکل کردم و نق زدم اونم از همه چی بدتر، و دیگه چی میخوام؟ نوه استالین هم که در گذشت، حالا برید ماتم بگیرید اونایی که منتظر حکومت‌های کمونیستی بودن. خب ببینم وضعیت بحرانی جسمی کوروش زعیم کهنسال ترین زندانی سیاسی. ای داد بیداد که ما هر چی میگیم آقا زندان رفتن و آمدن افتخار نیست. آقای امیر انتظام شما 30 سال رفتی زندان، الان رود نمیشه به مردم بگی که احساس پشیمانی میکنی. خب معلومه با وایسی بگی نه خیلی پشیمانم نیستم. این زندان رفتن شما چه دردی برای ملت به اصطلاح حل کرده، چه مشکلی رو حل کرده؟ هیچ. هی میرین زندان هی میان، هی میرین زندان هی میان، شما میرین زندان پتیشن می‌نویسن، اونا خسته میشن آزادتون میکنن، اینا فکر کنن پتیشن ها کار کرده. و وضعیت بحرانی جسمی کوروش زعیم کهنسالترین زندان سیاسی. چیکار؟ آمپول بفرستیم براشون؟ قرص آسپرین بفرستیم؟ گفت اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. کشور ایران در 110 سال قبل یک مقاله‌ای هست که نسبتاً طولانیه، آقای امیروشنگ آریانپور نوشته، اگه میخواین یا با خودشون تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید براتون بفرستم، یا این آدرسه میبینید نوشته که برید توی google.com بعد برید blogger.com، فکر نمی کنم دیگه اگه blogger.com بخوان برن گوگل برن، بعد اونجا بزنید هوشنگ آریانپور خط فاصله writings، اون وقت این مقاله رو میبینید. هموطنان گرامی پیشنهاد میکنم این نوشته تاریخی طولانی را مطالعه کنید و سپس از خود سوال کنید در این 110 سال گذشته
چه تغییراتی در نحوه اداره امور کشور ما ایران رخ داده است و چرا پس از گذشت این زمان طولانی هنوز همان مشکلات بدون کوچکترین بهبودی در ایران ما باقی مانده است؟ ضمناً آدرس وبلاگ من در گوگل چنین است: هوشنگ آریانپور خط فاصله رایتینگ. این نوشته هم وقتی بازش میکنید به این صورت میاد، میتونید بخونید. اینا ساعتها روزها وقت گرفته تا این بنده خدا اینا رو به اصطلاح نوشته، ردیف کرده و من و شما میتونیم به این سادگی داشته باشیم. چند نوشته درج شده در روزنامه حبل المتین که در سال 1906 برابر با 1285 شمسی در هندوستان به چاپ میرسید، جهت اطلاع هموطنان گرامی درج و قضاوت در مورد مطالب مربوط را به عهده خوانندگان واگذار میکنیم. اینم از این. چون مقاله تورانیه اجازه بدید که توی تلویزیون نخونیم، مگر اینکه خود آقای آریانپور اینو به صورت ویدیو یا آدیو در بیاره یا به صورت نوشته گویا. اون موقع من با کمال میل در تلویزیون به صورت یه برنامه رادیو تلویزیونی پخش میکنم، همونجوری که مصاحبه آقای چمنارا رو دیدید تا دیروز پخش میشد، اون مصاحبه که با رادیو مانی کرده بودن و یه برنامه دیگه هم با پان ایرانیستا داشتن. خب دوستان عزیز، آخر هفته است، تعطیلات، خیلی جاها مهمونی‌های بزرگ دارن، مشروب بخور بخور نخوری. میگفت کا از خودت نیست، کادون که از خودته، یعنی اینجا حالا آوردن چیزای خوراکی مجانی، ولی شکم درد، بعد حالت بد شدن، سردرد گرفتن، استفراغ کردن. تو من چند روز پیش بود رفتم گفتم دکتر دندون خواستید حتما اگه تو این منطقه برید خانم مژگان شعفی. نقل این بود که این دندون که درد میکنه شاید تورمه، همین الان میبینید سینوسا اینجوری تورم فشار میاد. گفتن برای سردرد شما هر قرصی میخوری کار میکنه، اونو یه چند روز بخور تا این تورم، چون سردرد از تورم، حالا یا سینوسان یا مغز نمیده. خندیدم گفتم الحمدلله ما این یک قلم جنس رو نداریم، سردرد کم میگیریم مگر در مواردی که دوستان دیگه خیلی سر به سرمون بذارن و سر اونا سفتر از ما باشه، از بس شاخ به شاخ زدیم سردرد بگیریم مثل بوز کوهی. دوستان عزیز، ممنونم که با تلویزیون مردم بودید، ممنونم که روی فیسبوک ما رو دنبال میکنید، لطف کنید برای دیگرانم بفرستید. اگه فکر میکنید عمرتون داره تلف میشه، چرا فقط عمر شما تلف بشه، عمر اونا رو هم تلف کنید. مثل همین دوستانی هستن که هر آشغال ایمیلی میاد برای شما میفرستن، شما همین کارو بکنید. اگر هم فکر میکنید از این برنامه یه چیزی یاد میگیرید، اون دوستانتون هم بیان یه چیزی یاد بگیرن. پس در هر دو صورت دوستانتون رو فراموش نکنید. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در تماشای تلویزیون و مخصوصا برنامه سربی شیرازی. روز روزگارتون خوش. برنامه ها به این ترتیبه، میبرمتون یکم شعر شیرازی با لهجه و صدا و گویش آقای یدالله طارمی، ساعت 4 بعد از ظهر آقای ارشاد، بعدش همون جور آقای یزدان، آقای نصر احمدی، بعد کانون آوا، بعد سربی و همینجور تکرار میشه. حسن ماه دسامبر اینه که 50% تخفیف میگیرید اگر در این ماه شروع کنید برنامه با تلویزیون، و تا مادام که با تلویزیون مردم وایسید این 50% تخفیف بهتون شامل میشه. اگر قطعش کردید رفتید دوباره اومدید، ما مثل اداره آب و برق هست، وقتی قطع میکنه جریمتون میکنه، قطع کنید برگردید با قیمت فول، یعنی همون 100%ش که تازه همون هم هیچی نیست. به یه دوستی گفتم این قیمتا، گفت واقعا خودت مسخره کردی. خب همینه که بعضیا میگن آقا این لابد اصلا بیننده نداره، ولی تعداد بیننده رو ببینید، مثلا 10,000 خورده فقط روی فیسبوک آمدن رفتن این شماره رو، اگه میخوان بهتون نشون بدن. بیا 1 2 3 زنگ مدرسه، ببینید اینجا و این مردم تیوی، چیزی که ما اینجا میبینیم یه سری عدد و ارقام و اینا رو بیشتر به اون نشون میده که ببینیم کجا هستیم و چی کار میکنیم. اوکی؟ حالا به شما هم اینو نشون میدم، کامرای 2 دیگه اینا رو هم آف میکنیم. اوکی،
بله. ببینید مردم تیوی شما وقتی میای مثلا اینا رو نمیبینید، فکر کنه 11608 پست ریچ تو این هفته. خب آقا ما به شما میگیم، خانم به شما میگیم 10 دلار بده، وقتی یه ویدیو نشستی پر کردی 27 نفر فقط نگاه کردن، 27 تاش هم 26 تاش خودت بودی، اون یه نفرش هم خانمت بوده اومده نگاه کرده که ببینه چی گفتی، دفعه دیگه بگه از این غلطا نکن. میگم خب بذار اینجا 11000 خورده نفر بیان نگاه کنه و تعداد ویدیوهایی که نگاه کردن بیشتر شده، 5 تا بیشتر شده دیگه، شمارش و آمار انقدر میده که ولمون کن نخواستیم. بعد بیان همین برنامه که الان دارم باهاتون صحبت میکنم میگه 298 نفر آمدن، میان میرن سر میزنن. ممنونم از خانم دکتر جیلانی. خانم دکتر جیلانی برنامه‌ای هم توی رادیو کیان ایران دارن، نمیدونم الان ایام تعطیلات هنوز برنامه دارن یا نه، و خوشحال میشیم مهمان ما هم باشن. برنامه کانون آوا اجازه بدیم بهتون نشون بدم که وقتی خانم بتول سلطانی اینجا برنامه اجرا کردن از ساعت 12 تا 1 تقریبا، ببینید 261 نفر، ببینید اینجا آمدن اینو دیدن. حالا تو این صفحه است، تو صفحه خودشون بوده، تو صفحه آوا بوده، تو صفحه سربی بوده و الی آخر. در هر صورت آقای یزدان خداوند رو یه دفعه حرف خیلی خوبی زد، گفت آقا من اون موقع 500 مارک میدادم به یه نشریه‌ای که اون به من میگه 500 تا چاپ میکنه. حالا این 500 تا اولا چقدر دروغ میگفته، ممکنه 100 تا چاپ میکرد، از این 500 تایی که چاپ میکرده میذاشت تو مغازه، چند تا اینو میبردن که برای بارون که میاد ماشینشون کپوششون خیس نشه، چند تا میبردن شیشه آشپزخونه رو تمیز کنن، چند تا میبردن ماشین که رنگ کنن بچسبونن. این آقای فرزاد شبستری گویا دم نشسته بودم رستوران، دیدم یه نفر اومد یه بسته اینقدر روزنامه‌ای که من توش تبلیغ میذارم برداشت بود، نشریه روزنامه که نه، گفت چیز شدم به اصطلاح اینجا میگن کیس شدم، به اصطلاح مظنون نه، یعنی میخواستم ببینم که این چه کار میکنه. گفت بلند شدم رفتم دنبالش، گفتم داداش ببخشید من از تو یه سوالی دارم، شما این روز نشریاری که میبری یه شهر دیگه میدی به ایرانی ها، یا مثلا یه مهمونی دارید امشب 200 تا ایرانی میاد میخواین اینا رو بذارین؟ گفت نه داداش، ما مغازه ماشین رنگ کنی داریم، اینا رو میبریم با چسب میزنیم رو شیشه ها و اینا. گفت بهش گفتم آخه بی انصاف، حداقل اون پایینی ها رو که ما هفته قبل اضافه اومده ببر، تازه همونا رو هم این طرف میاد برمیگردونه میبره، اینا رو دوباره میفروشن خمیر میکنن. انصاف کلمه خوبی، لازم نیست مسلمون باشه، اصلا لازم نیست به خدا ایمان داشته باشه، انصاف داشته باشه که آقا این پول داده اون خرج کرده، پول گذاشته ماشین آورده آگهش گذاشته توی، و من میام برای که نرم کاغذ بخرم، نرم روزنامه کهنه بخرم، یا روزنامه کهنه بردارم روزنامه‌های نو اینو بردارم برم. خب ای چاقو بخوره تو اون شکمت که الان اومدی اینجا هم چلو کباب خوردی. این دزده شاه هم که یک دهم یا یک صدم یا یک میلیون آخوندار دزد پول دزدیده دزد بود، آخونده هم دزدن، آقازاده ها هم دزدن، شما مگه یه دلار دزدی کنی دزدی. اونی که 10 دلار آمریکایی قراره بفرسه بعد میگه 10 دلار استرالیایی دزده. گفت چی؟ گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. پخ پخ. روز روزگارتون خوش. بس 3:34 26 دقیقه اون آهنگا رو براتون پخش میکنم، شعرها، و بعد آقای حسن ارشاد بیان درباره باهایا و آیا واقعا راست میگن یا دروغ میگن که میگن ما دروغ نمیگیم. مرسی.